همیشه درگیر اینم که این رنگ پشت هم چه رنگی باشه بهتر میافته تو ویدیو، که معمولا آبی و بنفشه است، ولی خب به خاطر اینکه خیلی تکراری نشه و اینا میذارمش قرمز این سری. از اونجایی که من یه چنل تلگرام دارم و اونجا همیشه با هم در ارتباطیم، معمولا ازم یه سری سوالات پرسیده میشه که خیلی وقتا زیر ویدیو هم پرسیده میشه. واسه همین اومدم یکی از بیشترین سوالایی که از من میپرسین همیشه رو توی ویدیو توضیح بدم و بتونم راهنمایی یا حالا کمکی که از دستم بر بیاد و انجام داده باشم. اونم راجع به درس خوندن به زبان آلمانیه و اصلا چطور شد که من زبان آلمانیم خوب شد. من اصلا مثل بقیه نیستم که بیام بگم روزی 8 ساعت درس بخونین، این کار کنین، اون کار کنین، مثل خیلی از یوتیوب ویدیوهای دیگه که میبینه آدم که کلا اصلا هرچی انرژی داره، هرچی انگیزه داره از بین میره. چون من هر وقت که نگاه کردم اون شکلی واسه من جواب نداده. من الان چیزی رو میخوام بگم که امکان داره روی شما هم جواب بده، همونطوری که رو من جواب داده. به خاطر اینکه من اصلا آدمی نیستم که خرخونی بکنم، بشینم ساعت‌ها درس بخونم، اصلا برعکس آدم میام که همه چیزو میذارم دقیقه 90 و خیلی بده. ولی خب کلا شخصیتم اینجوریه. من میام یه خورده راجع به این که پرسش چجوری بود که زبان آلمانی رو یاد گرفتم و بعدش میام توضیح میدم بهتون که چجوری به آلمانی درس میخونم. خیلیاتون همسن منین یا از من کوچیکترین و میخواین مهاجرت کنین یا توی فکرشین. خب بالاخره ما به زبان فارسی چه درس نمیخونیم، هر زبان دیگه غیر از فارسی خیلی سخته و داستان خودشو داره. پس شاید این یه کوچولو بهتون کمک بکنه و ایده بهتون بده که چجوری و به چه سبکی شروع بکنیم به درس خوندن. من وقتی که اومدم آلمان کلاس دهم بودم، سال اول هنرستانم بودم، رشتم هم همین چیزی بود که الان دارم میخونم، طراحی لباس بوده. من فکر کنم بوده 5 ماه بیشتر نتونستم اونجا درس بخونم. بعدش که قبولی اومد اومدم سری مستقیم اینجا، یعنی همین موقع از سال 5 سال پیش من اومدم اینجا. تو پرانتزم بگم چون میدونم خیلیاتون قرار بپرسین چجوری اومدم، از طریق درس نیومدم، من الحاق به خانواده اومدم. موقعی که من اومدم اینجا هیچی زمان بلد نبودم، هیچی، فقط مثلا یه هالووی گیتس رو بلد بودم، سلام چطوری. سعی کردم توی ایران کلاس برم، استاد خیلی افتضاح بود، خودش دانشجوی آلمانی بود و هیچی بلد نبود. خلاصه ایسکامونو گرفته بود، الکی پول میگرفت ازمون. بعدش که اومدم اینجا فهمیدم که من هیچی بلد نیستم. ماهای اول که اومدم رفتم توی شهر خیلی کوچیکی، یعنی افتادم اونجا مجبور بودم که تو همونجا زندگی کنم. فکر کن از یه شهر به این بزرگی تهران پا میشی میری توی شهر خیلی خیلی کوچیک و باید شروع بکنی به درس خوندن و وقف کردن خودت تو اون شهره، که واسم خیلی سخت بود. واسه همین افسرده شدم. یکی 2 سال اول من واقعا افسرده بودم، حالم اصلا خوب نبود، چون از دوستام خیلی دور شدم، چون سن خیلی بدیه وقتی که 16 سالگی کلا مهاجرت میکنی، خیلی آسیب روحی شدیدی بهت وارد میشه. مثلا بعد از دوره 20 سالگی بیان خیلی راحت تره تا اینکه مثلا وسط دوران نوجوانیت باشی، کلی دوست پیدا کرده باشی، کلی خاطره داشته باشی تو اون شهر و اینا، یا پاشی بیای یه جای کاملا عجیب غریب و کاملا متفاوت. خیلی این چیزا نرمال بود که این اتفاقات بر من بیفته، ولی خب من هیچ اطلاع کافی نداشتم که بخوام برم خودم درمان کنم و این پروسه خیلی طول کشید که من به خودم بیام، خوب بشم. در کل وقتی که اومدم اینجا به خاطر اینکه مدارکم تبدیل شده بودن، ترجمه شده بودن و زبانم هم اوکی نبود، 2 سال من افتادم عقب‌تر. رفتم کلاس 8م سال آخرشون، شروع کردم به مدرسه عادی رفتن مثل ایران و خیلی سخت بود دیگه. مثل میدونی همه چی واسه نو بود. قبل از اینکه برم مدرسه، یعنی همون 1 ماه اولش، خودم شروع کردم تو خونه با یوتیوب درس خوندن. اون زمان آلمانی با اشکان بودش، چندین تا اپیزود از یوتیوبش میدیدم، خیلی بهم کمک میکرد. بعد از اینکه اشکانو دیدم رفتم سراغ دویچ پیزش تی وی، همون آلمانی با احسان. اونجا شروع شد به درس خوندن، با اشتیاق میخوندم به خاطر اینکه میخواستم تو جامعه جا بیافتم، دوست پیدا بکنم و واسه هم همه چیز راحت تر باشه. و اون دوران همیشه این دوران اول انگلیسی صحبت میکردم، هرچند که خیلی بد بود، خیلی جوابتو نمیدادن. یادم تو مدرسه همین شکلی بود، انگلیسی باشون حرف میزدم جوابو نمیدادن، مثل اسکولا تو صورتم نگاه میکردن، بعد ور ور نگاه میکردن، اصلا حرف نمیزدن. بعد مثلا تو سر کلاس انگلیسی که میشستیم یا میدیدم بلبل بودن و بلبلانه حرف میزدن واسه استاده. الان این اصلا من رو خورد کرد، یادم افتاد. اون سال که رفتم توی مدرسه یه دونه اینترنشنال کورس بودش که شانس من تموم شده بود، چون که من 3 سال دیرتر اومده بودم، همه بچهای مهاجری که توی اون اینترنشنال کورس بودن تموم شده بودن، رفته بودن سر کلاس آلمانی. اون موقع به ما میگفتن گاست کلاس، یعنی من میرفتم به عنوان مهمون توی کلاس میشستم و واقعا مهمون بودم، چون هیچی نمیفهمیدم، فقط برو بر نگاهشون
میکردم و به حرفاشون گوش میدادم. این گذشت و من رفتم کلاس نهم. اونجا جدی شد و گفتن دیگه نمیتونی گاست باشی یا همون مهمون باشی، باید شروع کنی پا به پای خود آلمانیا درس بخونی، هر چقدرم که برات سخت باشه امتحان بدی. من هیچ ایده‌ای نداشتم که چجوری قرار است پس امتحانام بر بیام. فقط یکی از همون معلمان که خیلی دوستش داشتم تو همون اینترنشنال کورس بود، اسمش هم فروت آلمان بود، خانم تایمان، یه آلمانی خیلی خیلی مهربونه، کیوته، هر چقدر ازش تعریف کنم کم گفتم. اون با اینکه کلاسش تموم شده بود و هیچ وظیفه‌ای در قبال من نداشت، ولی اون بر من یک ساعت اضافه وای میستاد، منم یک ساعت بیشتر تو مدرسه سب میکردم، درسامو میآوردم، اونایی که نمیفهمیدم و بهم میفهموندشون. با هر بدبختی که بود من درس میخوندم، تقلب میکردم، هر کاری از دستم برمیومد میکردم که بتونم اون سال قبول شم. توی دبیرستانی که بودیم، دبیرستان سطحش خیلی خوب بود، مثل تیسوشان ایران میبود، همش فیزیک داشتی، شیمی داشتی، بیولوژی، و من میدیدم که اصلا این چیزا به درد من نمیخوام. تنها زنگی که خوشحال بودم زنگ هنر بود و زنگ ورزش. واسه همین من مدرسه‌مو عوض کردم، رفتم توی مدرسه دیگه و اونجا خیلی برام اوکی شد. بین این مدرسه رفتنا یه دونه کلاس رفتم که بابام به زور منو میفرستاد اونجا. همه بچهای همسن سال من یه جا جمع می شدن، یک ساعت یک ساعت و نیم دعا می کردن، بازی می کردن، غذا درست می کردن با هم دیگه و خلاصه جمع باحالی بود، ولی بازم یه خورده سرد بود و من احساس غربت رو همیشه می کردم. و تنها چیزی که باعث می شد که من تو اون جمع احساس اوکی بودن به هم دست بده این بودش که داشتم ازشون یاد می گرفتم. به خاطر اینکه حرف نمی زدم، چون که نمی تونستم خیلی خوب حرف بزنم، فقط در حد خیلی چیزای بیسیک، ولی گوش می دادم. این گوش من چهار تا می شد، چهار تا این و چهار تا اون و هرچی هرکی می گفت و می شنیدم، با اینکه منشون نمیفهمیدم، برای تو موقعیت حفظ می شد، یعنی تو ذهنم ثبت می شد که اوکی تو این موقعیت قرار گرفتی، مثلا اون دختر خورد زمین چی بگی بهش، مثلا مثال دارم میگم. همین شکلی جمله حفظ می کردم و این خیلی خوب بود، به نفع من بود، کلی زمانم خوب کرد. موقعی اینجوری منفجر شد که من باشون رفتم مسافرت، قرار شد که باشون دو هفته برم نروژ و یکی از بهترین سفرام بود، فقط اینکه شبیه بهش بود. دو هفته شبانه روز با آلمانیا زندگی کردم، فرهنگشون یاد گرفتم، غذاهاشون و شوخیاشون و بازیاشون و هر چیزی که راجبش بود و من یاد گرفتم و کسی نبود که من باش فارسی حرف بزنم. وقتی که از اون مسافرت برگشتم همه بهم گفتن که چقدر زبانت خوب شده، ولی وقتی که از اونجا اومدم بیرون و کلا رفتم تو کالج و خونمو عوض کردم، مستقل شدم، کلا دیگه اونجا هم نرفتم. البته خوشحالم بودم چون کرونا اومده بود دیگه، اصلا دوست نداشتم برم بین جمعشون و اینا، مثلا میدونی لاو اند هیت خودمون بودش. خلاصه که تموم شد، اومدم بیرون از اون مدرسه، مدرکمو گرفتم و الان آماده بودم که برم دنبال چیزی که همیشه دوستش داشتم که اونم فشن بودش. رفتم توی کالج، اونجا تازه سختی‌های زندگی شروع شد، به خاطر اینکه کالج دیگه شبیه مدرسه نبودش. بعد کنار پروژه‌هام امتحانات مختلفم میدادن، از جمله ریاضی، تاریخ، ادب، یاد بعد میخونم، خیلی برام سخت بود. سال اول من واقعا پوکیدم، اصلا باورم نمیشد که اینقدر بهم قرار سخت بگذره. و الان میخوام بهتون بگم که من چی کار میکردم. اون موقع که خب خیلی دیپتر بود داستان، زبانم در حد الان نبود. خب الان 3 سال از اون زمان گذشته، من اون موقع مجبور بودم که بشینم کل تکست‌ها رو ترجمه کنم که ببینم اصلا کلا راجب چیه. بعد که میفهمیدم داستان چی به چی و اینا، یه بار دیگه آلمانی میخوندم، اون کلمه‌ای که نمیدونستم رو ترجمه میکردم، بعد میشستم جمله‌ها رو حفظ میکردم و یادداشت میکردم. مثلا از هر سوال و جواب یکی دو خط مینوشتم که بره تو ذهنم ثبت بشه و این پروسه بودش. کنارشم تا جایی که میتونستم و جا داشت تقلبم میکردم، میخوام باهاتون صادق باشم، با وجود همون تقلبم بازم من نمرمون نمره‌ای نبودش که میخواستم. هی گذشت، هی دوستان بیشتر شدن و من هی زبانم بهتر شد، با بهترین دوستم میرا آشنا شدم. همون سالا یعنی هر روز خدا ما با هم بودیم و خب این خیلی کمکم کرد. وجود میرا باعث شد که من کلاً روم باز بشه. خلاصه که دوستا این وسط خیلی کمک میکنن، دوستا باعث میشن شما فحش یاد بگیرین، حرفای عامیانه رو یاد بگیرین، جایی بخواین ایمیل بزنین کمکتون بکنن، چون که تنها جوری که میتونین خیلی راحت اعتماد به نفس به دست بیارین همین حرف زدن است. وقتی که من رفتم کالج، شروع کردم به کار کردن، که اولین کارم توی مکدونالدز بودش. من اونجا توی صندوق بودم، باید با مشتری حرف می‌زدم. اونم خیلی کمکم کرد. برام همیشه اون کلیده بودش که اون قفل رو باز کرده توی مغزم. کار کردن و دوست زیاد پیدا کردن
باعث میشه که تو خیلی زود جلو بیافتی از هر لحاظی. آره اینا گذشت و من همجوری کارام عوض میشد، دوستام عوض میشد. تنها چیزی که میخوام این وسط بهتون بگم اینه که حتما برین یه جا کار کنین، هر جا بود، هر جا شد، کافتریا، بیکری، نمیدونم تو مکدونالدز، هر جا که بهتون کار دادن، که فقط برین زبانتون رو خوب بکنین، که برین توی اجتماع با مردم حرف بزنین و اعتماد به نفستون بره بالاتر و بتونین راحت حرف بزنین و مشکلاتتون رو حل بکنین. دومش اینه که دوست خیلی زیاد پیدا بکنین، دوستایی باشن که باهاشون در ارتباط باشین، یکی باشه که بتونین باهاش همجوری حرف بزنین و کلا تنها نباشین. سومیش اینه که یوتیوب ویدیو زیاد ببینین، هر چقدر میتونین بشینین ولاگ ببینین، چیز آموزشی ببینین، هر چی دوست دارین. زیرنویسش هم فعال بکنین که بتونین کلمه‌ها رو درست یاد بگیرین. موزیک گوش دادن هم که دیگه همه میدونن. آخرین چیزی که مثلا خیلی به من کمک کرد ChatGPT بود. ChatGPT رو جوری استفاده بکنین که تنبل نشین. اگه قرار باشه همه کارتون رو گردن اون بندازین دیگه خیلی بد میشه. اصلا زمانتون پیشرفت نمی‌کنه. من از ChatGPT چجوری استفاده می‌کنم؟ موقعی که گیر می‌کنم مثلا نامه‌های اداری به دولت یا جاهایی که باید واقعا هوخدویچ بنویسی، با سطح بالا بنویسی، کاری که من میکنم به هر جایی که میخوام ایمیل بزنم یا نامه بزنم خودم یه دورون ایمیلرم مینویسم، چون که میدونم خیلی فرمالیته تر باید بشه، مینویسم توی ChatGPT، میگم که برام درستش بکن و اون باعث میشه هم من یاد بگیرم، همین که کارم جلو پیش میره. همین چیزا بودش. اگر شما راه حل های دیگه داشتین حتما کامنت کنین که بقیه ببینن و حتی منم ببینم، شاید بتونم استفاده بکنم و منم به درتون خورده باشه دیگه.